با درود و سلام فراوان به حضور یکایک شما عزیزان بیننده، امیدوار هستم همه شما شاد، کامگار، کامیاب، موفق بوده و همیشه ایام به کام شما عزیزان باشد. عزیزان نازنین، باز هم سبد گل نثار یکایک شما بیننده های عزیز باشد در این هوای پاییزی که در نزدیکی زمستان هستیم. اما همه شما امیدوار هستم در کانون گرم خانواده هایتان نشسته باشید و بیننده برنامه پیام حضوری باشید. دوستان نهایت عزیز، ما هم اکنون در ایالت زکسن هستیم و به دیدار کسی آماده ایم که سخت تلاش میکنند، کوشش میکنند برای قنامندی، هنر، فرهنگ و به خاطر افغانستان، به خاطر همین مردم ستم دیده و مظلوم افغانستان. خب دوستان عزیز، زیاد صحبت نمی کنیم، از موضوع هم خارج نمی شیم. مهمان عزیز برنامه داریم که با شما صحبت های خودمانی دارن. ضمن از اینکه صحبت های خودمانی دارن، صحبت های مسلکی و تکنیکی هم دارن روی مسائل کاریشان. و اما مهمان عزیز برنامه ما، دوستان نهایت عزیز، علاقمندان برنامه پیام حضوری، مهمان این هفته ما جناب آقای دیپلم انجینر علی احمد نورزی، مدیر عامل دفتر ترجمانی آریانا در شهر کیمینتز آلمان و همچنین از جمله شخصیت‌های برازنده افغان ما هستند که سخت تلاش می‌کنند در راستهای مختلف برای هموطنان عزیز خود. جناب آقای نورزی عزیز، بسیار خوش آمدین از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. جهان سپاس و تشکر می‌کنم. دنیا سپاس جناب جانیسی و عزیز و معزز. نخست از همه تشریف آوری شما را به ایالت زکسن و شهر و دیکلی ما خوش آمدید میگم. درود و سلام نثار شما باد و همچنان احترامات قلبی و گرم خدا به حضور هموطنان عزیز و به خصوص بیننده های برنامه زیبا و پرمحتوای شما تقدیم میکنم. سپاس بیکران، سپاس و تشکر بیکران دارم. جناب آقای نورزی عزیز، ضمن از اینکه برنامه ما یک برنامه جدی است، در عین زمان برنامه خودمانی هم است، ترجیح میدم در برنامه آزاد باشین، شاد باشین تا هموطنان عزیز ما هم از داشته ها و صحبت های گرانمایه شما استفاده کنن. خب بیایم اول صحبت ها رو مسلکی تر شروع میکنیم تا معلومات راجع به کارکرد های شما هموطنان عزیز ما داشته باشن. در ابتدا میخوایم که از تولد، جایگاه تولد، در کدام سال، در کدام ماه و در کدام جای تولد شدین، از زندگی نامه شخصیتان کمی معلومات. تشکر از سوال شما، بسیار جالب است. گرچه در فرهنگ ما افغانا با کمال تاسف بسیار تعداد کم است که دقیق بدانه که در کدام سال، در کدام روز تولد شده. بله. ما هم طوری که والدین گفتند در ماه اصل سال 1346 در یکی از روستاهای ولایت فرا به نام قریه دارآباد در جنوب غرب افغانستان تولد شدیم و ما اصلا زادگاه اصلی خود تمام کنج و کنار و دیارهای افغانستان میدانم و هیچ وقت ما خود متعلق به یک سمت، ولایت، زبان و قوم ندانستیم. البته ما متعلق به تمام افغانستان عزیز ما و بخصوص تمام اقوام ساکن کشور دانستیم و میدانم. بسیار عالی. پس متولد شهر زیبای فرا در همسایگی ما هستین، در همسایگی هرات، هرات عزیز هستین. بسیار عالی. در فرا اقوام زیادی از هموطنان عزیز ما زندگی میکنن، به خصوص یک تیفی هستن، فکر کنن جایگاهشون خاص است، اناردره. بله. با یک لهجه بسیار خوب. ما خود ما همزمان با اقوام اناردره نزدیکی هم داریم، فامیل هم هستیم و بسیار لهجه خوب دارن، لهجه شیرین دارن. من خیلی لهجهشون رو دوست دارم. چقدر شما آشنایی دارین با منطقه اناردره؟ تشکر. لطف کردن. اناردره یکی از بلسوری های ولایت فرا است. بله. که در غرب ولایت فرا قرار داره، همجوار با ولایت هرات است. بله. بلسوری شیندن البته. دقیقا. ما با کمال تاسف در ولایت فرا بسیار کم زندگی کردیم، در اوجه تولد شدیم. اگر زندگی ما مکمل در دیگه ولایت افغانستان گذاشتم. بسیار عالی.
سپاس از شما. بیایم کمی راجع به تحصیلات و رشته اصلی تخصصیتان به بینندگان عزیز ما معلومات بدهیم. ما از آغاز طفولیت شروع کنم، دوره ابتدایی در ولایت غزنی و دو ساله در ولایت فرا گذاشتندیم و دوره لیسه البته دبیرستان در شهر زیبای کابل و همچنان شهر پلخمری ولایت بغلان به اتمام رساندیم. بله. بعد از او در پانتون نگرهار شامل شدیم و از اوجا در میزان سال 1364 که مطابق با اکتوبر 1985 میشه برای تحصیلات عالی بله به کشور آلمان دموکراتیک آن وقت آمدیم و تحصیلات عالی خود در رشته انجینری برق البته الکتروتکنیک بسیار در یکی از پانتونای معتبر آلمان با پایان رساندیم. خب در اینجا با پایان رساندیم. بسیار عالی. خب از کارکردها خودم کمی به ما معلومات بدیم به بیننده عزیز از کارهایی که در چوکات سکتورهای خصوصی و دولتی در افغانستان انجام دادین. آیا کاری انجام دادین در سکتورهای خصوصی و دولتی؟ با کمال تاسف در افغانستان نه، بلکه ما نوجوان بودم زمانی که مکتب 2000 با پایان رسیدم، طوری که قبلا گفتم شامل پانتون در جلال آباد شدم و از اوجا برس گرفتیم مستقیم آلمان آمدیم. بله. در سال 1985 بله. البته از بعد از اتمام دوره لسان آلمانی از سال 1987 تا 1992 تحصیل کردیم و دیپلم خود در رشته الکتروتکنیک گرفتیم و بعد از اون زمینه مساعد نبود که دوباره به افغانستان برگردم. بسیار. در آلمان ماندیم مگر قلبا بسیار علاقه دارم که در افغانستان باشم، در پالی هموطنان نازنین خود باشم و رسالتی که وظیفه و مسئولیتی که دارم بتانم حداقل برای هموطنان خود برای کشور خود انجام بدم. انشاءالله. متاسفانه در افغانستان کار نکردم. بسیار عالی. سپاس. خوب خداوند توفیق بده که از داشته های خوب شما هموطنان ما استفاده کنن. خب برمیگردیم میایم به آلمان. در کدام سالها بود که در آلمان آمدین و ابتدا که آمدیم کمی معلومات بدیم؟ فکر کنم قسمی که قبلا گفتیم از دوران اوائل تحصیلات عالی که شما در اینجا حضور به هم رساندیم شروع به تحصیلات کمی میخواییم بشنویم. بله، طور که قبلا یادآور شدم در میزان 1364 که مطابق به اکتوبر 1985 میلادی میشه برای تحصیلات و زمان به آلمان دموکراتیک زمان آمدیم. بعد از تا سال 1992 تحصیل کردم، بعد از تحصیل بری جمان دارم و بعد از روش دارالترجمه آریانا را برای تمام زبانهای جهان تأسیس کردم. امروز خوشبختانه که فعلا شرکت آریانا یکی از بزرگترین و معتبرترین شرکت‌های دارالترجمه آلمان می باشد. بسیار عالی. خب از دارالترجمه گفتن، بیاین کمی در رابطه بیشتر من میخواهیم به هموطنان عزیز ما توضیح بدین از فعالیت هایی که در کنار دارالترجمه داریم و دارالترجمه آریانا که از این کار خوب ارائه فرمودین آیا نمایندگی هم داره، گسترش داره به تمام آلمان، کشورهای منطقه و کمی در رابطه به کارتان به هموطنان عزیز معلومات ارائه کنه؟ تشکر. دارالترجمه آریانا طوری که گفتم برای تمام زبانهای بین‌المللی و خارجی می باشه، البته اضافه تر از 53 زبان بسیار عالی ترجمه میکنن و تقریبا در حدود 2,500 مترجم همراه شرکت آریانا همکاری دارن که مترجمه رسمی و غیر رسمی هستن ده. و فعالیت های دارن ترجمه مجموع هم در کل با قضا، با تمام محکمات آلمان، با سرانوالی ها، با ادارات پناهندگی، ادارات ادبای خارجی، شفاخانه ها، ادارات نوجوانان و همچنان تمام کمپانی های شخصی و خصوصی آلمان روابط دارد. بسیار خوب. خب در ایالت های دیگه آلمان هم هست یا تنها در ایالت های زکسن و اینا شما فعالیت میکنید؟ بله، فعالیت دارالترجمه آریانا در کل آلمان سراسری است، مگر نمایندگی های دارالترجمه
زیادتر در ایالت زکسن، تورینگن و زکسن انحلت می باشم. در سه ایالت نمایندگی دارم که تقریبا در حدود 6 نمایندگی می داشته باشم. مرکز دارالترجمه آریانا در شهر کلنس است که من خودم در شهر کلنس زندگی می کنم. بسیار عالی. حالا من می بینم که در پهلوی کارهای ترجمانی و این کارا کارهای دیگه هم انجام می دهیم. یک چند روز پیش بود وقتی در رابطه به شاهکارها شما در صفحات اجتماعی جستجو میکردم، بخشی از فعالیت‌های شما در برلین بود که در بوندستاگ برلین اونجا دیدم، در کنار احزاب سیاسی آلمان دیدم. فکر میکنم در این راستا هم فعالیت‌های مبتکرانه ای داره. تشکر. ما در آلمان عضویت کدام حزب یا سازمان سیاسی را ندارم، بلکه فعالیت‌های اجتماعی اقتصادی و سیاسی توان می داشته باشم و خوشبختانه افتخار عضویت شورای اقتصادی آلمان دارم و در همزمان عضویت شورای اقتصادی ایالت زکسونیا زکسن که من در اونجا زندگی میکنم و همچنان در شهر که هستم در شهر کمیست عضویت حیات رئیسی شورای اقتصادی را دارم. بسیار عالی. کار کوچیکی نیست، کار بسیار کلان است. خب عزیزان بیننده، دوستان نهایت گرامی، بیاین که بخشی از تصاویر جالب از فعالیت‌های مهمان عزیز برنامه ما ببینین و در دفتر کاریشون معمولاً چی مصروفیت‌های دارن، با کیا سر کار دارن و چی داشته‌های در دفتر کاریشون دارن. و از وقتی که ما اومدم داشته‌های خوبی نظیر کتاب‌ها و داشته‌های ادبی و فرهنگی می‌بینم و ما بسیار جالب بود. می‌خوایم اینا رو با هم ببینیم. تقدیم به علی جان نورزه دوست عزیز ما که شعر آمد زمان می باشد. این وطن چی می خواهد؟ شمای ظالمان کرم همه چیزش را ربوده، دیگر پروای نداره. چی میخواهی شمای ظالمان کرد، همه چیزش را ربوده، دیگر پروای نداره. خب دوستان عزیز و علاقمندان برنامه پیام حضوری، آمدیم دفتر جناب آقای نورزه صاحب که میبینیم خوشبختانه دفترشان هم با یک رنگروی بسیار خوب، شفاف، دلباز و سلیقه خود شماست. جناب آقای نورزه عزیز، از دفترتان هم کمی ببینید، آقای عزیز هم معلومات بدهیم. فکر کنم اینجا بخش کاریتان باشه. بله، تشکر. این دفتر کاری ماست که این روز کارمانده ما رخصت هستن، در خانه هستن، به ایجا دو نفر کارمان کار میکنم، به اوتا کنگه دو نفر کارمان کار میکنم و دو نفر هم به اوتا کنگه جمعاً در جریان هفته 6 نفر کارمنده که کل فول تایم کار میکنم. بسیار عالی. حالا میخواییم که دفترها دیگه هم ببینیم با هم دیگه. اینجا هم فکر کنم بخش آرشیفتان میباشه. بله، دوسیه ها و بعضی کتاب ها. بسیار عالی. یک دفتر هم گفتم اینجا است دیگه. اینجا بخش دفترهای همکار، بخش همکارا به اینجا معمولاً کارهای اداری را میکنن. مترجمایی که بیشترتر از دودونی مزار هستن کنار روزمره در وظایف میباشن. بسیار خوب. صرف یکان دفعه میاین در ایجا و در غیر از در فیلیال ها یا در نمایندگی هایی که ما هستن سر کار دارن، منتها همیشه ایجا نمیباشن. خوب. وقتی که برشان کار دادن میشه از طریق تلفن، ایمیل و ادرس چیز اینترنت، اونا میرن و بخش کاری خود انجام میدن. بسیار خوب. ارتباط برای دفتر خوب صرف همین جاست یا دیگه جا هم هست؟ نه خیر، ما در نمایندگی در شهر کورپوس داریم که مربوط ایالت براندنبورگ میشه. بله. و در شهر درزن نمایندگی داریم، در شهر ارفورت، در ایالت تورینگن، در شهر لایپزیگ،
و همچنان به شهر حلب که مربوط ایالت زکسنن است. بسیار عالی. اتاق کنفرانس است که دوست دارم که بعد بیایم و رفع مشکلات افغانای نامیم و مترجمات این بحثی کاری داریم. بله. اتاق با هم ملاقات میکنیم. به اینجا خب بسیار خاله، اینجا یک بیبلیوتیک یا کتابخانه بسیار مقبول و زیبا که برین که من می کتابای شما رو ببینم. به به به، کتابایی است که همه کتابای فارسی، پشتو، دیگه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اینا کمی معلومات بدین راجع به اینا. تقریبا یک افغانستان کوچکی است که از نویسنده‌های مختلف البته در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، کلتوری، کتابایی که در تاریخ معاصر افغانستان نوشته شده بود، از شاعران بسیار کلاسیک و نامدار از مولانا بزرگ، از بیدل، از حضرت حافظ، سعدی، حکیم سمیعی. خب اینا برای مطالعه است یا برای نمود گذاشته؟ وقت کیاری کنه چرا نیاد حتما مطالعه میشن و دوستان و کسایی که علاقه مند و سرمیان میبرن خطار امانت برشان میتونم، گرچه بسیار دوست دارم که کتاب های کسی نبرن بله برای از اینکه بعضی دوستان با کمال تاسف پس نمیارن خاطر نمیکنن که کتاب ها رو بکنم، اگر بازم از اینکه لیلی درگوی منده نشد و اینا رو استفاده کنم به وقت تقریبا کلش یک بار مرور کردیم. خب دوستان عزیز، من یک دانه زایتونگ یا روزنامه به اینجا میبینم در دفتر کاری آقای نوزه عزیز که روی موضوع عکس خودشان است و نمیفهم روی چی موضوعاتی است که خودشان شما معلومات میدن. خب طوری که شما آقای جامی عزیز میبینید جردی فرانکفورت آلمان یکی از بزرگترین جردهای معتبر آلمان است. بله. اینا ژورنالیست از اینا افتخار بخشیده بودن برای یک هفته البته همراه من آمده بودن، مرا همراهی میکردن در وظایف که در محکمات که بخاطر مهاجرین، بخاطر افغان ها و همچنان ایرانی هایی که من سم داشتیم به صفت مترجم رسمی محکمه، بله، اونا مرا همراهی کردن در دفتر کاری، در دیگر ادارات، بالاخره راجع به زندگی مهاجرین در آلمان و همچنان فعالیت هایی که ما در اینجا داشتم مکمل یک صفحه گزارش نوشته کردم. تنها همی است یا دیگه از جراید و مطبوعات؟ چرا در جراید دیگه هم هستن، کلیپ های تلویزیونی هم هستن از فعالیت های کاری من، بله، اونا را لازم ندانستم. بسیار خوب. اگر بشتون زنده باشم دیگه ظالم نباشم، همه جا فقر روزگار همه میگردن سرگردان. جناب آقای نورزی عزیز، وقتی که ما آمدیم در بین شار میبینیم در یک جای ما را آوردن که بسیار زیبا و مقبول، من میخواهم در رابطه به این مجسمه که معلومات بدهیم. مجسمه بزرگترین فیلسوف دنیا است که حتما شما به نامش آشنا هستیم، کارل مارکس است که بزرگترین کتاب اقتصادی دنیا را به نام کپیتال نوشتن که حرکت های اقتصادی از جوری های از ما استفاده کردن. مارکس انگلز کل ما به نامش هم قبلاً پیش از جنگ دوم جهانی شهر به نام کمبس بوده که زمانی که آلمان تقسیم شد به دو آلمان، آلمان فدرال و آلمان امپراتوری، چون شهر شهر صنعتی بود، شهر کارگری بودن، اسم شهر تغییر از کمبس به کارل مارکس تغییر بدن شهر کارل مارکس. بعد از وحدت آلمان در سال 1990 دوباره اسم سابق که کمنس بودم رو دوباره گذاشتم و فعلا که شما به تشریف دارین در شهر کمنس هستم. بسیار عالی. بسیار، من یک شعار بسیار جالب میبینم، کمنس ایز وی ده گراوند نخ براو. ای یعنی چی مثلا؟ بله، اینجا نوشته است کمنس ایز وی ده گراوند نخ براو، چون
شما شاید از طریق رسانه ها خبر باشین چند پیش در اینجا تظاهرات صورت گرفته بود بخصوص از طرف احزاب راستی. من به او خاطر تعداد زیادی از آلمان ها کنها خواستار به تئوری و ایدئولوژی راستگرایی علاقه مندی ندارند. بنابراین ما هر هفته روزه اجماع اینجا تظاهرات دارند و در این نشکل کشار که مثل نسواریست و نه خاکستریست. بسیار جالب. این بلی جان نورزه دوست عزیز ما که شعر هم از همونه باشد. وطن چی میخواهه شمای ظالمان خر همه چیزش را ربوده دیگر پروای نداره وطن چی میخواهه شمای ظالمان خر چیزش را ربوده دیگر پروای نداره خب عزیزان بیننده، امیدوار هستم که تا انتهای برنامه با ما باشید. تصاویر جالب و دیدنی بود از فعالیت‌های مهمان عزیز برنامه ما که با هم دیدیم، واقعا جالب بود به ما و بیننده‌های عزیز. خب اگر در سکتورهای دولتی یا خصوصی افغانستان از شما خواسته شود برای همکاری، مثلا در پست‌های وزارتخانه‌ها یا مثلا در بخش مشاوریت، اینا از شما خواسته شود، حاضر به همکاری هستن که اونجا به فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی فعالیت‌ها داشته باشین یا خیر؟ شکر از سوال شما. طبعاً افغانایی که بیرون از افغانستان زندگی میکنن، بخصوص در کشورهای اروپایی یا امریکا و کانادا یا دیگر کشورهایی که مهاجر شدن یا به اساس مشکلاتی در اونجا یا شغلی زندگی میکنن، اکثریت ما میدانم که جسمان اگر ما در بیرون از کشور هستیم، در آلمان هستیم، روحاً واقعاً در افغانستان هستیم، در کنار مردم خود هستیم و تمام حوادث لحظه به لحظه تعقیب میکنیم، بخواییم یا نخواییم، نرمال است. بله، وظیفه و رسالت ماست. طبعاً در صورتی که زمین مساعد باشه و کشور ما نیاز داشته باشن، ما با قیمت ارزش‌های مردم خود و خون مردم خود آمدیم در کشور تحصیل کردیم. بله. و این وظیفه ایمانی و وجدانی هر افغان است که واقعاً کوچکترین احساسی که بر مردم خود، بر کشور خود داشته باشن و بر بگردن و در جهت کار کنن. پس چیز واضح در صورتی که بر ما نیاز باشه، ضرورت باشه،
چقدر؟ انشالله بخیر، چون همه کشور به شما ضرورت داره. سپاس و تشکر. بیم کمی بازم خودمانی تر باشین، برنامه را قید نسازیم. ما میخواییم که به ما و بینیدای عزیز در رابطه به زندگی نامه شخصیتان هم معلومات بدیم، از ازدواج و ثمره ازدواجتان معلومات بدیم، چند اولاد داریم یا شاید هم ازدواج نکرده باشه، کمی معلومات در این رابطه ما میخواییم داشته باشم. تشکر. بله، ما ازدواج کردیم. ثمره ازدواج ما دو پسر هستن که پسر کلانم جو جان نورزایی نام داره. بله. اونا رشته اقتصاد تمام کردن. بله. و فعلا در یکی از کمپانی های آلمان کار میکنن در بخش IT. بله. و پسر دومم داریش جان نورزه است که امسال تقریبا تازه یک ماه میشه که پانتونه در رشته اقتصاد و منیجمنت شروع کرده. بسیار عالی. در همه ایالت، در همه شهر فعالیت میکنن و درس میخوانن، درست است؟ پسر کوچک بله، در پانتونه کمس درس میخوانن. بسیار خوب، سلامت باشین. جناب آقای نورزه عزیز، هر انسان دوست داره که در پهلوی کار، در پهلوی مشقت‌های زندگی به هنر و ادبیات هم زیاد علاقه دارن. موضوعات مختلف از موسیقی، از شعر، هفت شعر هنر است. من می‌خوام بدانم که از این هفت شعر هنر به کدام هنرش، به کدام شعرش شما علاقه‌مند هستین، دوست دارین. من می‌فهمم چرا این سوال کردم، به خاطر که به می دو شبه که من اینجا بودم، به یک شب یک میزبانی خوب صمیمانه شما انجام دادیم به حضور هنرمندان عزیز ما. آرمان جان نادری بودن، دوستای دیگه دور هم جمع بودن. اول من میخوام راجع به علاقه مندی تان روی مسائل هنر صحبت کنم، که از هفت شعر هنر با کدام هنر علاقه مند هسته. بله، طوری که میگم که موسیقی غذای روح است، واقعا اونطور است. من خودم بسیار یک شنونده خوب هستم، بسیار علاقه دارم که آواز هنرمندای عزیز خود با استعداد خود بشنوم، و بخصوص آرمان جان نادری که جوان مبتکر است، هنرمند بسیار خوب است، همیشه همراه ما میباشه و از مزایای صدایشان همیشه لذت میبرم. ما خودم با کمال تاسف به هیچ آلی موسیقی دسترسی ندارم، مگر بسیار علاقه من هستم. بسیار علی. کم و بیش بعض وقتایی که وقت یاری کنم یکان پارچه شیر نوشتم میکنم. بسیار علی. جناب آقای نورزه عزیز، حالا اصل موضوع رو بیان کردیم. در همون شب من یک پارچه آهنگی از دوست عزیز ما آقای آرمان جان نادری شنیدم که بسیار لذت بردم. به من جالب بود که ایشان فرمودم شعرش از آقای نورزه می باشه، پس ذوق شعر و ادبیات هم داریم. در این مورد من میخوایم بیشتر بشنوم. کم و بیش من نمیتونم که واقعا کاملا بگم که من شعر میسرم. از وقتا عاطفی که احساسی که در قلبم، در فکرم غلبه میکنم، او را به کاغذ در میارم. و بله، شوقی بعض وقتا یکان چیزی که واقعا در قلبم یا در فکرم میگردم زمزمه میکنم در رشته تری کاغذ بنویسیم. خب باز وقتی بر روی کاغذ بنویسیم، آیا سعی کردیم که یک داشته های نوشتاری هم از خود به یادگار بمانیم، چاپی باشه، نوشتاری باشه، یا نه اینا رو کامل نمه تو کاغذ نوشته میکنیم و به دسترس عزیزان هنرمندان قرار میدیم؟ تقریبا خودم هم جمع‌آوری کردیم، البته در حدود 100-120 پارچه شیر تا فعلا گشته و تصمیم دارم که در آینده اگر وقت یاری کنم و بعض مقالات دیگه هم که در مورد مسائل اجتماعی یا سیاسی می نویسم، اونا هم تصمیم دارم که یک زمان در یک کتاب اونا را جمع آوری کنم. بسیار عالی. جناب آقای نورزه عزیز، من وقتی که شما سوال کردم که در رابطه با فعالیت ها بیشتر تذکر بدین، دم به دم به قول ما جالبتر به من میشه، اما یکی از فعالیت ها به من بیان نکردین. در یک جمع در زیر یک چتر با حمایت و با پشتیبانی شما
من تعداد زیادی هموطنان عزیز خود میبینم که از اقشار مختلف دور هم جمع هستند. شعر میخوانند، سرود میخوانند، آهنگ میخوانند، موسیقی میکنند، از دیدگاه و مفکورهای همدیگر استفاده میکنند. خب طبعا سوال کردم که این موضوعات زیر اثر کی است؟ گفتم جناب آقای نورزی. آیا این به صورت یک نهاد است یا به صورت یک نهاد فرهنگی میشه گفت است، یا ای که نه همیشه گاه برنامه جوانان جمع میشن و دور هم جمع میشن، از داشتهای علمی، اجتماعی، فرهنگی هم دیگر استفاده میکنن؟ خب تعداد با کمال تاسف در سالهای اخیر نظر به حوادثی که در کشور ما رخ دادن و رخ میتن، تعداد زیادی از جوانهای ما متاسفانه مجبور شدن که وطن را ترک کنن و به کشورهای خارجی پناه بیارن، که از این جمله شما شاهد هستین که در دو سه سال اخیر یک کتله بزرگی از هموطنان ما از داخل افغانستان و افغانهای مهاجر ما که در ایران بودن، بخصوص نوجوان ها، به اروپا سرازیر شدن و تعداد زیاد به آلمان آمدن. و در اینجا هم تا زمانی که راه خود پیدا کنن و در اینجا در جامعه حذف شون، زبان یاد بگیرن، با کلتور فرهنگ از جامعه آشنا شون، دقیقاً وقت و زمان میخوان. و برای اینکه چون در شهر ما هم تعداد زیادی از مهاجرین، البته خانواده و نوجوانایی که بدون فامیلا و تنهایی آمدن جا به جا شدن، و از اینکه اینا در اینجا احساس حقارت و تنهایی نکنن بسیار عالی و دیگه از این کلتور و فرهنگ ما دور نمانن و در مسیرهای دیگه منحرف نشد، ما تانستیم، کوشش کردیم در امکاناتی که در چوکات امکاناتی که داریم دوستان را، هموطنان را، بخصوص نوجوان ها را جمع کنیم. بله. و امرایشان از داشته هایی که داریم، از تجاربی که داریم برشان بگیم، اونا را تشویق کنیم که یگانه راه پیشرفت و ترقی، و اگر می خواهیم که یک آینده خوب داشته باشند در اینجا باید درس بخوانم، بخصوص از همه مهمتر زبان آلمانی را باید یاد بگیرم در قدم اول، برای از اینکه کلید همه چیزا در یک کشور بیگانه زبان از او کشور است. و به خاطر زندگی بهتر و آینده خوبتر باید حداقل کارآموزی کنن، شغلای مختلف را یاد بگیرن، از امکاناتی که در این جامعه مهیاست برای نوجوانا از او استفاده کنن، و بخصوص جوانایی که استعداد دارن، که من میبینم پشت کار دارن، استعداد دارن، اونا رو بسیار تشویق میکنم که حتما تحصیلات عالی خود ایدامه کنن، در رشته‌های مختلف درس بخونن. یک اقدام بسیار خوبی است. خب جناب آقای نورزی عزیز، من خیلی میبینم شما مصروف هستین، فعالیت‌های فرهنگی، دفترتان، کارهایی که هسته، حالا در پالوی این همه مصروفیت ها چقدر به خودتان میرسین، چقدر به فامیلتان میرسین، چقدر به افراد نزدیکتان، اقارب، دوستان، رفیقان، با اینا میتونین برسین، وقت پیدا میکنین؟ گپی خوبی است. بله، این شکایت همیشه در خانه هم اولادا میداشته باشن که پدر چی وقت بر ما وقت داری و بر خود وقت داری. خب کوشش میکنم که چیز واضح است که بر خودم رسیده ای کنم بعض موقع، البته برای خانواده هم، برای دوستای شخصی که در اینجا در شهر خود ما هست، در بیرون از شهر ما هست، در دیگه شهر ها. و تعداد زیادی از خانواده، البته والدین، پدر، مادر، خواهر، برادر، دوستای بسیار نزدیک، اقارب در افغانستان زندگی میکنن و اونا هم توقع دارن که باید ملاقاتشان برم، و ما کوشش میکنم که سال حداقل سال یک بار افغانستان برم و بعض سلام دو دفعه میرم با دیدن والدین، اقارب و همچنان دوستایی که در اوج هستن. جناب آقای نورزی عزیز، سپاس و تشکر میکنم از اینکه دعوت ما را پذیرفتیم. امیدوار هستم شاد، کامیاب، کامگار، موفق باشیم. شاد باشین و خوب بدرخشین و آرزوی موفقیت های بیشتر و بهتر به شما دارم. با سپاس و تشکر بیکران دارم از اینکه دعوت ما را پذیرفتیم. تشکر بسیار زیاد. جهان سپاس از شما جناب جامی صاحب گران ارج و معزز که لطف کردین و زحمت کشیدین و تشریف آوردین. سلامت باشین.
خب دوستان عزیز بیننده علاقمندان برنامه پیام حضوری، امیدوار هستم که از داشته های این برنامه استفاده ارزنده برده باشید و از صحبت های مفید، خودمانی، همه جانبه مهمان عزیز برنامه ما جناب آقای نورزه استفاده ارزنده برده باشید. سپاس بیکران دارم از همراهی همه شما که با ایمیل ها، کمنت های زیبایتان از سر تا سر دنیا نظارگر برنامه تان هستید، با پیشنهادات، نظرات، انتقادات سالم و سازنده تان در جهت بهبودی برنامه با ما همکار و همگام هستید. تا برنامه بعد و تا دیدار بعد و با معرفی یک تن دیگر از چهره های شاخص هموطنان عزیز ما که بازم در خدمت شما عزیزان حاضر می شویم، همه شما را به الله پاک می سپارم. بدرود.